سلام به همه و خوش اومدیم به این ویدیو تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ سال 1966 در سانتا مونیکای آمریکا جایی که بابی فیشر در مقابل میگول نایدورف قرار گرفته. قادتا باید هر دو بازیکن رو بشناسین، هر دو بازیکن استاد بزرگ شطرنج هستن و فوق العاده قدرتمندند. از یک طرف ما بابی فیشر آمریکایی رو داریم که قهرمان اسبق شطرنج جهان و مطمئن باشید هر جایی که اسم بهترین بازیکن تاریخ شطرنج بیاد، قطعا یکی از اسمایی که به ذهن شما میاد همین بابی فیشر خواهد بود. اما از اون طرف میگول نایدورف اهل کشور لهستان، همونجوری که گفتم استاد بزرگ شطرنج و توی شطرنج یک لاین از خودش به جای گذاشته لاین نایدورف که توی دفاع سیسیلی وجود داره اما قبل از اینکه بریم سراغ مسابقه ازتون میخوام اگه تا حالا عضو کانال من نشدین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که از این به بعد ویدیوهای من رو تماشا میکنید خب دیگه بریم سراغ این مسابقه خب تو این مسابقه فیشر مهره های سفید رو داره و گوشش ای 4 انتخاب میکنه نایدورف میره سراغ سیسیلی و حرکت سی 5 انجام میده حرکت اسب اف و حرکت اسب سی 6 انجام میشه لاین کلاسیک همون قدیمی سیسیلی رو انتخاب میکنه نایدورف که اینجا حرکت دی 4 انجام میشه سیسیلی رو قبول میکنه اینجا بازیکن سفید که تعویض میشه و تعویض میشه بعد از اون حرکت ای 6 و دفاع تایمانوف رو اینجا انتخاب میکنه میگول نایدورف این حرکت انجام میشه اس توی خونه بی پنج نگاه داره به این خونه که باید به با حرکت دیشیش دفاع بشه که به حرکت دی دفاع میشه فیل گسترش پیدا میکنه که حرکت ای پنج رو اجازهش رو دادین که قاعدتا نایدورف هم این حرکت انجام میده فیل اینجا برمیگرده دیدین که یک بار گسترش پیدا کرد و بعد از اون دوباره برگشت اینجا اسب میاد توی خونه ای. 6 قرار میگیره که باز همین فیل رو جابجا جا میکنه. بابی فیشر و یکی از استانداردهای شطرنج شطرنجو اینجا زیر پا میذاره میدونیم که گسترش پیدا کرده پس نیازی نیست دوباره جابجاش کنین اما خب فیشر میدونه داره چیکار میکنه و این کارو انجام میده و باز هم فیل خودش رو گسترش میده و میبرش توی خونه G5 قرارش میده اینجا حرکت فیل ای 6 انجام میشه از بازیکن سیاه و اسب c بازی میشه و حرکت A6 انجام میشه توسط بازیکن سیاه حمله میکنه به اسب و دلیلش هم کاملا مشخصه میخوایم این اسب جابجا بشه و دیگه دفاعی از خونه دیچار نداشته باشه که ما بتونیم اسب خونه سی 6 رو توی خونه دیچار قرار بدیم و توی خونه نسبتا خوبی قرارش بدیم این حرکت انجام شد ولی اینجا فیشر تعویز کرد که پیشنهاد نمیشه به شما توی این پوزیشن تعویز کنید چون همین که میتونه ساختار رو حفظ کنه بازیکن سیاه اما خودش از عمد اینجا با پیاده جی میزنه چون راه حمله برای بازیکن سیاه باز میشه و شاه توی همین پوزیشن کاملا جاش امنه حرکت رخ جی هشت و حمله کردن به شاهی که قرار قله کوچیک بره که این پوزیشن نسبتا خطرناکه که دست بالا رو قاعدتا اینجا بازیکن سیاه داره اما خب یک مقدار ساختارش شکننده است ولی باید دقت کنید توی پوزیشن این حرکت انجام شد اسب توی خونه A6 قرار میگیره بعد از اون اسب توی خونه D4 و فیل اینجا گسترش پیدا میکنه اینجا میرسیم به یک نکته خیلی مهم توی مسابقه بازیکن سیاه اینجا میتونست پوزیشنش رو کاملا برنده کنه البته اگر که حرکت درست رو پیدا میکرد چون اینجا فیشر اشتباه محض بازی رو با گسترش فیلش انجام داد. اما خیلی سخته که شما بخواین این حرکت رو پیدا کنید که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید دقیق ترین حرکت رو تو این پوزیشن برای میگول نایدورف پیدا کنید و بازی رو همینجا به سمت نایدورف بکشونید تبریک میگم به اونایی که این حرکت رو پیدا کردن حرکت خیلی سختی نیست اما یک, یک مقدار نیاز به محاسبه داره حرکت دی 5 اگر که این حرکت رو درسته همین حرکت کوچیک اگر که این حرکت رو بازیکن سیاه انجام میداد بازیکن سفید باید به هر حال یک واکنشی نشون بده و بازیکن سفید احتمال خطاش اینجا خیلی بالا میرفت اگر که اینجا بخواست با پیاده بزنه که به نظر حرکت درستیه بعد از اون ما اینجا میرفتیم سراغ اسب خونیه ایسه با فیلمون به خاطر اینکه حرکت دی پنج انجام دادیم راه فیل باز شده و خیلی حواستون باشه نرین اینجا سراغ فیل چون بازیکن سیاه میره سراغ پیاده خونی بی و شما درسته یکیش میدید اما بعد از اینکه شاه F8 بازی شد هیچ چیزی ندارید توی پوزیشن و در نهایت یکی از مهراتون اینجا باز هم از دست میدید اه... که در واقع رخ خواهد بود و اگر که بخواین حرکت دیگه ای انجام بدین به عنوان مثال برین سراغ این فیل اینجا باز هم قضیه فرق داره چون وزیر کوستاش بده میکنه این حرکت وزیر رو هم باید پیدا کنید حتما چون الان میبینید هم به این خونه حمله میکنیم هم به این خونه حمله می‌کنیم، هم به این, این اسب حمله میکنیم و وزیر همه چیز رو کنترل میکنه که باز هم نمیتونیم بریم این فونی چون هم همراه با کش بعد از اون فیلم رو هم برمیداریم و بازی تمومه پس هر کسی که ممکنه به ذهنتون بیاد اینه که وزیرتون رو گسترش بدین و دفاع کنین از پوزیشن که بعد از این حرکت انجام شد فیل جابجا میشه و بعد از اینکه قلعه رفت بازیکن سفید حرکت رخ G8 بازی میشه و این پوزیشن کاملا به سمت میگول نایدورف و پوزیشن کاملا از دست از دست رفته خواهد بود برای بابی فیشر که این حرکات انجام نشد اگرم که بخواستیم با اگرم بخواستیم با توی این پوزیشن اگرم که بخواستیم با اس بزنیم باز هم وارد همون لاین می که فرقی به اون صورت واقعا نداره که در نیت باز هم شما اینجا تعویض میکنید ساختار رو به هم میزنید تعویض میکنید و پوزیشن کاملا به سمت بازیکن سیاه خواهد بود که توی این پوزیشن میگول نایدورف نتونست حرکت دی 5 رو پیدا کنه که کاملا بازی رو برنده میکرد برای خودش همونجور که دیدیم اینجا حرکت بی 5 رو نایدورف انجام داد که این حرکت اجازه تعویز رو میده و بعد از اینکه با پیاده اینجا مجبوریم قادرت هم بزنیم عرض هفتم خالی میشه و تهدیدهای زیادی میشه به وجود آورد درسته که پوزیشن رو انجن میگه بالانس اما هم خب همونجور که گفتم وقتی که ارزه هفتم خالی بشه زریب خطا خیلی بالا میره بازیکن سیاه سریعا باید حرکت h 5 انجام بده و این خونه رو بلاک کنه و اجازه ورود وزیر رو نده چون خیلی خطرناک میشه براش از اون طرف میتونه درنیات حمله کنه به این درواقع واقع عصبی که وجود داره توی پوزیشن با حرکت اسب در واقع ای 2 این حرکت انجام شد حرکت اسب ای 2 انجام میشه حمله میکنیم به اسب اسب برمیگرده چون نمیخواین اجازه تعویض و برنده شدن یک پیاده دیگر رو به فیشر بدین اینجا اسب توی خونه یه. g و شما باید همینجا حرکت H5 رو بازی کنید به هر حال باید این حرکت بازی بشه توی پوزیشن حالا میتونید صبر کنید تا اینکه این, این وزیر جابجا جا بشه اما انجام دادن این حرکت درسته که یک پیاده رو به بازی کنه سفید میده اما خب چیز زیادی آیده بازی کنه سفید نشده از اون طرف شما دو فایل رو باز کردین که میتونین حالا شاه رو توی خونه امنی یواش قرار بدین این رو وارد بازی کنید و حمله های رو داشته باشین البته اگر که قلعه کوچیک رفت بازیکن سفید که اینها بستگی به شما داره همه چیز هم همونجوری که میبینید کاملا دفاع شده و این اسب این خونه کاری نمیکنه و این وزیر هم باید محافظت کنه از این اسب خونه h 5 که این پوزیشن رو نسبتا بهتر میکرد برای بازیکن سیا اما خب حرکت h 5 انجام نداد و حرکت وزیر D7 رو انجام داد نایدورف اینجا حرکت سی 4 بازی میشه حرکت بدی نیست چون هم هم که مرکز رو میگیریم هم که ساختار رو می میکنیم به هر حال هم حرکتیه که با حمله است حرکت اونقدر بدی نیست که اینجا فیشر انجام داد اس میاد توی خونه دی 4 قلعه میره اینجا بازی کن سفید و حرکت 4 بازی میشه حرکت b 4 حرکتیه که واقعا نمیشه جلوش رو گرفت هر هر کسی واقعا تو این پوزیشن قرار داشت مطمئنا این حرکت رو پیدا میکرد و انجامش میداد چونی که هم... همراه با حمله است روی اسب و از طرف دیگه پیاده ها رو به جلو میرن و یک مقدار راه نفوذ رو میبنده برای بازیکن سفید اما بعد از این حرکت ها انجام دادین یک مشکل داره و اونم این که حرکت اسب سیدو وجود داره اگر که حرکت اسب سیدو وجود نداشت و همراه با در واقع حمله دوگانه نبود میشد گفت که این پوزیشن میتونه شاید بالانس نگه داشته باشه، اما با برگردوندن اسب چیزی هیدتون نمیشه میتونی حرکت بی سر انجام بدین و بعد از اون وزیر بیاد و حمله کنه و خیلی دیگه پوزیشنتون ضعیف میشه به خاطر این ساختاری که داریم پیاده خونی خونه C4 اینجا خیلی قدرتمند خواهد بود اگر که حرکت A5 زده بشه این حرکت انجام شد تعویض میشه و تعویض میشه حرکت H5 بالاخره بازی شد رخ میاد روی خونه D1 فشار رو میتونین ببینین حرکت C5 داره میاد فشار رو مطمئنا میتونید ببینید حرکت اچ 4 از برمگرده توی خونه اف 1 و اینجا باز هم نایدورف یک اشتباه دیگر رو میکنه که این اشتباه خیلی بزرگه چون حرکت رخ G8 تا انجام میده و دلیلش هم اینه که حرکت وزیر در واقع ایدو وجود داره همراه با کیش میتونیم حمله کنیم و پیاده ها خیلی ضعیف خواهد بود و حرکت C5 کشنده خواهد بود توی این پوزیشن چون شاه نمیتونه به سادگی جابجا جا بشه چون رخ توی خونه دی1 قرار گرفته و راه دفاع خاصی هم وجود نداره اگر که بخواید شاه رو تو این خونه قرار در نیت باز هم حرکت سی 4 کشنده است و ایده های زیادی هم برای حمله کردن به رخ در نیت وجود داره اگر که بخوایم وزیر رو جا بجا کنیم که جلوتر باز هم بیشتر به این نکته میپردازیم این حرکت انجام شد حرکت ایش در واقع حرکت ای انجام میشه که این هم حرکت درستیه و حرکت خیلی خوبیه که انجام داد فیشر چون بعد از اینکه اینجا حرکت ایچ انجام شد حرکت جی سه رو انجام میدیم بعد از اینکه تعویض شد اینجا با رخ میزنیم و رخ هم توی فایل بازی قرار گرفته و الان ایدهای ساده ای وجود داره حرکت B4 حرکت B5 حمله کردن به پیاده روندن جلوی پیاده B و در نیت حمله کردن حتی به این پیاده به خاطر این روحی که توی خونی خیلی بدی قرار گرفته همونجوری که می‌بینید شاه فیشر کاملا توی نقطه امنی قرار گرفته اما شاه سیا عملا پوزیشنش به هم ریخته است این حرکت انجام شد وزیر میاد توی خونی خونه C6 قرار میگیره و دلیلش هم مشخصه همونجوری که بهتون گفتم حرکت سی 5 زیادی قدرتمنده که به همین دلیل از زیر این فشار خارج شد که اینجا وزیر میاد توی خونیه ای دو قرار میگیره و حرکت F5 بازی میشه حرکتی که نمیشه واقعا خورده گرفته بازی کنه سیاه چون شما توی این پوزیشن چه حرکتی انجام میدادین هر حرکتی تقریبا انجام بدین پوزیشنتون بازند است چون ایده مشخص وجود داره وزیر میخواد بیاد توی خونه H5 ایده ای که انجن داره اینجا اینه که شما حرکت رخ H 8 تا انجام بدید و از این پیاده دفاع کنید و از همه مهمتر از این خونه دفاع کنید اما خب اجازه گسترش یواش یواش مهرهای سفید رو دوباره خواهید داد و این زیادی زیادیه دیگه برای بابی فیشر که به همین دلیل اینجا حرکت F5 انجام شد که بعد از اون فیشر میره سراغ قوی ترین حرکت موجود و حرکت C5 انجام میده اگر که اینجا تعویض کنید ما میره سراغ این پیاده ساختار شکسته میشه و پیاده رو همراه با کیش برمی‌داریم و خیلی دیگه عقب میفته اینجا بازیکن سیا و حتی کیش ما هم میتونه بشه تو این پوزیشن به همین دلیل بازیکن سیا اینم بهتون بگم نمیتونه با پیاده بگیره اینجا چون اینجا وزیر میاد توی بازی همون چیزی که بهتون گفتم و شاه عملا خونی رو نداره شاه اگر که بیاد تو این خونه میرم سراغ پیاده همراه با کیش و باز هم خونی برای شاه وجود نداره و بازی کاملا تمومه اگر که شاه بخواد بیاد بره تو این خونه حرکت دی هفت زیادی قدرتمنده اینجا و نمیشه دفاعش کرد وزیرم میتونه توی تو این خونه قرار بگیره بعد از اون حرکت دی هفت انجام بدین که این دیگه زیادیه واقعا به همین دلیل پوزیشن از دست رفته خواهد بود اگرم که بخواد بیاد توی اگرم که بخواد بیا توی این خونه ها قرار بگیره چه این خونه چه این خونه فرقی نداره چون در نیت ما سراغ پیاده اما اگر که توی این خونه قرار بگیره وزیر گسترش پیدا و باز هم از رفت است و چون میدونیم که هم داریم حمله میکنیم به رخ بعد از این, این حرکت انجام میشه حمله میکنیم به رخ همراه با کیش و در نهایت بازی تمام اگرم که بخواید با این فوند دفاع کنید حرکت رخ دیشیش بازی رو تمام میکنه چون آچمزه این فیل و نمیتونه بره سراغ رخ و در نهایت وزیر از دست رفته میشه و بازی تمومه یک حرکت دیگه هم وجود داره و اونم اینه که حرکت شاه دی 8 انجام بده که باز هم ما میتونیم وزیرمون گسترش بدیم حمله کنیم به رخ بعد از اینکه بگیم رخ جابجا بشه اینجا چه میتونیم پیاده رو برداریم چه میتونیم بریم سراغ این پیاده هر دو بازی رو برنده میکنن و فرقی واقعا تو این پوزیشن نداره برای بازیکن سفید که در نهایت بازی تمومه که به همین دلایل بازیکن سیاه با پیاده نمیره سراغ پیاده خونی ای چار و با وزیر میره بعد از اینجا حرکت سی پنج انجام شد با وزیر میره که تعویض میکنه اینجا فیشه و با پیاده زده میشه و پیاده خونه دیشیش برداشته میشه توسط بابی فیشر اینجا همونجوری که میبینید عملا این فیل سیاه کاری توی بازی نمیکنه و نایدورف عادتا استاد بزرگ شطرنجه و میخواد تمامی مهرهاش اکتیو باشند به همین دلیل حرکت فیل اچیش انجام داد که یک اشتباه حرکتی که شاید بشد دف... البته که غیر قابل دفاع بود این پوزیشن و خیلی دیگه کار ساده ای داره با فیشر برای جلو بردن پیاده خودش میتونست اینجا نایدور حرکت رخ در واقع هفت انجام بده بلاک کنه و بعد از اون یک فشاری بیاره و یا اینکه در نیت بره سراغ این خونه اما خب این حرکت رو انجام نداد و رفت سراغ حرکت فیل h این حرکت انجام شد بعد از اون اینجا رخ میری توی خونه ایه. ای پنج قرار و حمله میکنه به این پیاده بعد از اون شاه میری توی خونه دی هفت پیاده برداشته میشه و حرکت فیل جی 7 میخواد بره سراغ پیاده ای خونه بی دو که اجازه میده فیشر میره سراغ این پیاده پیاده ها کاملا از بین رفتن و همونجوری که میبینید دست بالا رو قطعا اینجا فیشر داره اینجا نایدورف میره سراغ پیاده خونه b دو این حرکت انجام شد اسب بالاخره میاد وارد بازی میشه بعد از اینکه اینجا حرکت A5 ای انجام شد اس میری توی خونه C4 ای ایده کاملا مشخصه چنگال رو داریم همچنین داریم حمله میکنیم به فیل فیل نمیتونه بیاد توی خونه دفاع کنه پس تنها حرکت موجود حرکت رخ B8 که این حرکت رو انجام داد اینجا نایدورف اما یک ایده ای ساده برای فیشر برای جلو بردن پیاده خودش وجود داره و اونم ایده ایه که همه تون پیدا کردین حرکت رخ H4 رو تو این پوزیشن انجام داد فیشر و ایده کاملا مشخص حرکت رخ H7 زیادی قدرتمنده به عنوان مثال حرکت خاصی هم نداره بازیکن سیاه ولی به عنوان مثال اگر که بگیم بازیکن سیاه اینجا مثلا فیلش رو تو این خونه قرار میداد اینجا رخ برای اینکه بتون نشون بدم چه اتفاقی میفته اگر که دفاع نمی حرکت رخ H7 همراه با کیش می اومد بعد از اینکه شاه جابجا شد با با در واقع رخ کش میدادین باز هم پیاده دفاع شده اینجا مجبورین اینجا مجبورین شاهتون رو توی خونه یه بی پنج قرار بدین و در نیت حرکت دی هفت زیادی قدرتمنده اینجا و مطمئنا همینجا نایدوف میتونست انصراف بده اما حرکتی که توی این پوزیشن نایدورف انجام داد حرکتی که به هر حال برای دفاع باید پیدا کنید حرکت شاه سی شیش شا انجام داد که انتخاب درستی اما خب به هر حال ما حرکت رخ به چپ انجام میدیم پیاده می رو میخوایم به جلو بدیم البته که پیشنهاد میکنم حتما یادتون باشه تو این سری پوزیشن ها حتما اول کیش بدین پوزیشن شاه رو خراب کنید بعد از اون پیاده رو رو به جلو بدین حتما اینها یادتون باشه تا زمانی که میتونید پوزیشن شاه حریف رو خراب کنید حتما اول خراب کنید بعد از اون برین سراغ حرکتی که میخواین انجام بدین این حرکت انجام شد فیل گسترش بده میکنه کیش میدیم شاه جابجا و پیاده رو به جلو میره و این دیگه زیادیه الان پیاده میره توی خونه ای چار و شما ممکنه بگین که خب الان فیل هست همه چیز دفاع کرده و نایدورف به نظر میاد موفق بوده توی دفاع کردن اما شما یک حرکت رو اینجا از دست دادین که پیشنهاد میکنم باسم ویدیو رو استوب کنید و سعی کنید این حرکت جالب رو هم که فیشر انجام داد رو شما هم پیدا کنید. تبریک میگم بودن که این حرکت رو پیدا کردن. اگر که این حرکت رو پیدا کردین شما استاد آخر بازی هستید. حرکتی که اینجا فیشر تو این پوزیشن انجام داد حرکت اسب بیشیش بود همراه با کیش و همراه با چنگال قاعدتا نمیتونین با فیل بزنین چون آچمزه فقط تنها انتخابی که دارین اینه که یکی از مدافعان خونه دی هفت رو بردارید که بعد از اینکه اینجا با رخ زده شد حرکت رخ سی هشت زیادی قدرتمنده چون نمیتونین رخ رختون رو برگردین دفاع کنین چون درنیت پیاده تبدیل وزیر میشه اونم همراه با کیش و بازی تمام در رو از دست میدید اگرم که نزنید که واقعا حرکت خاصی ندارین روخ از دست رفته میشه پس بعد از اینکه زده شد حرکت روخ بازی شد تو این پوزیشن و تنها انتخابی که اینجا نایدورف داره حرکت روخ دیشیشه این حرکت انجام میده از پیاده دفاع میکنه الان دیگه نمیتونین تعویض کنید چون در واقع تبدیل وزیر کنید چون در نیت میریم سراغ وزیر پس اینجا فیشر میره سراغ رخ. پیاده برداشته میشه و فیشر پیاده خونه ای 4 رو هم برمی اینجا حرکت تنها انتخاب موجود حرکت ای 5 انجام میشه از فیل دفاع میشه چون همونجور که میدونین دو بار بهش حمله شده بود پس قاعدتا باید دفاع کنی به هر نحوی و اینجا میریم سراغ یکی دیگه از اصول آخر بازی حرکت شاه اف کن توی این پوزیشن فیشر انجام داد شاه توی آخر بازی حتما باید توی پوزیشن و توی مرکز باشه این حرکت انجام میده فیشر اینجا رخ میره توی خونه بی هفت حرکت اف 4 انجام میشه میخوایم مدافه در واقع این فیلو برداریم و در فیلو برنده بشیم این حرکت انجام شد اینجا شاه جابجا میشه پیاده برداشته میشه اما نایدورف اول کیش میده بعد از اینکه شاه جابجا شد اینجا میاد توی خونه یه F2 کیش میده و میخواد یک تهدیدی رو به وجود بیاره و این پیادش که زیادی گسترش بده کرده رو تبدیل به وزیر کنه این حرکت انجام شد اینجا شاه میری توی خونه یه دیسه قرار میگیره و الان پیاده برداشته میشه اما بعد از حرکت رخ این یک توی این پوزیشن بود حرکت 47 هم که بالاخره میگول نایدورف از بازی انصراف داد و یک برد ارزشمند برای بابی فیشر و دلیل باخت هم کاملا مشخصه اگر که بازیکن سی اینجا بخواد بره سراغ پیاده و همون ایده شو داشته باشه رخ میاد و دیگه نمیتونین از این خونه دفاع کنیم و مجبورین به عنوان مثال حرکت رخ جی در واقع جی دور انجام بدین حمله کنین به پیاده خونه جیسه اینجا همراه با کشما میریم سراغ فیل شاه جابجا جا میشه و میایم دفاع میکنیم اگر که پیاده رو جلو رفت حرکت رخ اچک بازی رو تموم میکنه و هیچ شانسی برای میگل نایدورف نیست و میگل نایدورف هم همه اینها رو دید و به همین دلیل توی این پوزیشن توی این پوزیشن از بازی انصراف داد امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر که انتقاد پیشنهاد و نظری دارید حتما توی بخش کامنت ها من بگین و اگر که از ویدیو خوشتون اومد و میخواین از من حمایت کنید حتما ویدیو رو لایک کنید و توی بخش کامنت سیکشن برای من کامنت بذارید ممنون و تا یک ویدیو دیگه و یک شطرنج دیگه خدا